معنویت نور قرآن را نچشیده، معنویت نور روایات، نور نهج البلاغه را نچشیده. این وظیفه ماست که دین را بفهمیم و این دو کتاب و کتابهای دیگر از جمله توضیح المسائل در حقیقت دین رو به ما نشان میدن. این وظیفه اول. پس رسالت اول ما دین پژوهی است، در پی فهمیدن دین باشیم. رسالت دوم ما سوره شورا آیه 13 بیان شده، اقامه دین. آیه شریفه چنین شروع میشه: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. یعنی همه انبیا دنبال همین یک کلمه بودند که دین رو به صحنه بیارند. جناب ابراهیم در این مسیر بوده، جناب نوح در این مسیر بوده، جناب موسی در این مسیر بوده، جناب عیسی در این مسیر بوده، جناب خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این مسیر بوده. ان اقیم الدین، اقامه دین یعنی چی؟ اصلا اقامه صلات یعنی چی؟ این سوال قابل تأمل هست. قیام در مقابل قعوده، هر نشستنی رو و هر ایستادنی رو واژه خاصی به کار میبرن. اگر کسی ایستاده باشه، نشسته با بنشینه میگن قام فقعد. اما اگر کسی خوابیده باشه، بلندشه میگن جلسه، قعده نمیگن. اقامه در برابر قعوده. اقامه نماز یعنی نگذارید نماز زمین بمانه، نماز خودتون رو بلند شید بخونید، این اقامه نمازه. البته برپا داشتن نماز جماعت هم اقامه نمازه، ولی فقط این نیست. ان اقیم الدین یعنی دین شعار نباشه، دین در صحنه زندگیتون باشه، چشمتون دیندار باشه، زبانتون دیندار باشه، رفتارتون دیندار باشه. این میشه اقامه دین. جوانی که ارکان و اعضا و جوارحش با آیین نامه دین عمل میکنن، این اقامه دینه. اقامه دین اینه که دین بیاد تو زندگی خانوادگی، با آیین نامه دین زندگی کنن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. دین رو بیارید تو خونه. از این راه است که بهشت رو برای خودتون میخرید، از جهنم دور میشید. این اقامه دینه. بالاترین نوع اقامه دین، آوردن دین به صحنه حکومته، که در صحنه حکومت قوانین دین حرف اول رو بزنه. این اقامه دینه. سلام و درود
ما به ارواح بلند شهیدانمون که این زمینه را فراهم کردند، زمینه حاکمیت دین در این کشور. این رسالت ماست، وظیفه ماست. دین یه تشریفاتی در حاشیه زندگی نیست. دین آیین‌نامه است برای متن زندگی در همه عرصه ها. این وظیفه دوم ما در برابر دین. وظیفه سوم ایستادگی پای علم دینه. فاستقم کما امرت و من تاب معک، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، تا آخر آیه. اینم باز مهمه. قرآن دینداری های مقطعی رو نمیپسنده، دینداری های موسمی رو نمیپسنده، دینداری های موقتی رو نمیپسنده. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. این اسمش دینداری مقطعی است که تا به گرفتاری آدم میخوره خدا خدا کنه، گرفتاری که تمام شد خداحافظی با دین کنه. فاستقم کما امرت، البته پا علم دین ایستادن در طول تاریخ هزینه داشته و داره، هزینه گذشت. مگه میشه آدم بدون گذشت پا علم دین وایسته؟ بدون گذشت از خواب، بهش میگن پاشو نماز صبح بخون، یه غلطی میزنه میگه بابا قضا میکنیم. معنای این حرف اینه این حاضر نیست برای دینش از چند دقیقه خوابش بگذره. دین چنین کسی مندگار نیست. گناه آدم نماز و قضا کنه. گذشت از شهوت، شیطان لشگری به نام شهوت داره، البته خدا هم لشگر داره. شهوت یه غریزه خدادادی است. لشگر خدا میگویند از راه شرعی این غریزه اشباع بشه، اما شیطان این مرز رو نمیشناسه. اون کس که پا علم دین وایستاده در مقابل این لشکر وای میسته میشه یوسف. گفت بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود. هزینه داد جناب یوسف. البته خدا هم پاداش خوبی به یوسف داد. جالب است جناب یوسف تمام زندگیشو در دو کلمه خلاصه میکنه. شما جوانهای عزیز و همه اونایی که این برنامه رو میبینن این یک دو کلمه رو بگیرن. حضرت یوسف خب دوره های مختلف داشت زندگیش. 30 سال اول زندگیش امتحان جناب یوسف بود. از سن 30 سالگی از زندان در آمد، 120 سال هم عمر کرد، 90 سال آقا بود، وزیر بود، آمد بالا 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 شد عزیز مصر، نفر شماره 1 مصر. خودش زندگیشو در این دو کلمه خلاصه میکنه: انه من یتق و یصبر
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. همین دو کلمه تقوا صبر، تقوا حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی است، صبرم هزینه کردن در راه دینه. کسی که تقوا دارد و هزینه هم در راه دین میکنه محسن است و خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. این سومین رسالت ما در برابر دین، استقامت در این مسیر. آنچنان که سالار شهیدان و یاران فداکارش آموختند استقامت در مسیر حق را. چهار، سازش نکردن بر سر اساس دین. نباید در اصول با کسی سازش کرد. آمدن گفتن یا رسول الله، ما حاضریم به شما ایمان بیاریم به سه شرط. یک شرطش اینه که اجازه بدید یک سال دیگر بت عبادت کنیم، دیگه آرزوی بت پرستی تو دلمون نمونه. شرط دومم اینه ما حال نماز خوندن رو نداریم. مسلمون شدیم، به ما نگو که نماز بخوانیم. شرط سومم این است که دستور ندید ما بریم این بت‌ها رو بشکنیم، جیگرمون کباب میشه. اصلا دستمون نمیره به این که بت‌هامون رو بشکنیم. طبق نقل تفاسیری که در ذیل این آیه‌ای که میخونم هست، با تعبیر و تفسیر بنده، شرط سوم و پیامبر پذیرفت و تفسیری که من تفسیر روز میکنم فرمود نمیگم خودتون بت‌هاتون رو بشکنید، به بسیجی ها میگم بیان این بت‌ها رو بشکنن. شرط دومتون نماز نخونید. اصلا نمیپذیرم لا خیر فی دین لیس فیه رکوع ولا سجود. دینی که توش نماز نباشه ارزش نداره. مسلمان مرد توحید است و تقوا و نماز. ای دل نخوانی گر نماز، هرگز نزن لاف مسلمانی. و اما شرط اولتون یک سال بت بپرستید، یک لحظه هم اجازه نمیدم. این برخورد قاطع پیغمبر اکرم بود. سوره اسراء آیه 74-75، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. پیغمبر ما دست تو گرفتیم، مقاوم نگهت داشتیم. اگر ما دست تو نمی گرفتیم چه بسا سازش می کردی. این آیه آیه عصمت پیغمبره، نه نفی عصمت. یعنی خدا هوای پیغمبراشو داره، هوای یوسفو داره. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. این لولا ان رعا برهان ربه سند عصمت. یعنی ما یوسفو حفظ کردیم. عصمت یه بخشیش اختیاری است، یه بخشیش هم عنایت خداست. ما دست تو گرفتیم سازش نکردی. اذن لعزقناک ضعف الحیات،
و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اگر سازش کنید بر سر اصول، مشکلات این دنیاتون دو برابر میشه، مشکلات قیامت را هم دارید و کسی هم از شما حمایت نخواهد کرد. یعنی بیستید بر سر اصول، کوتاه نیایید. اینه مثلا بر سر اصول یه قدم کوتاه بیاید، 10 قدم دشمن جلو میاد. و وظیفه پنجم، قاطعیت در اجرای احکام دینه. ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، سوره نور آیه 2. محکم در اجرای دینتون وایستید. اونجا که جای انتقام است، بی محابا انتقام بگیرید. آنچنان که در عملیات موشکی لیلة القدر عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما انتقام خون پاک شهیدان عزیز ما رو در 17 خرداد گرفتند، دستشون درد نکنه. به این میگن قاطعیت در اجرای دین. خیلی وقت خوبی وارد عمل شدن، پیام دادن به امریکا میخوای جواب جلوی برنامه موشکی ما را بگیر، تحویل بگیر. حدود 100 نفر از داعشی ها که در بینشون برخی از فرماندهان ارشدشون بودن به درک واصل میشن. آفرین بر این بصیرت، خیلی به موقع بود. در آستانه روز جهانی قدس پیام به رژیم صهیونیستی بود، این قده سرطانی منطقه، خیال شیطنت به خودت راه نده، به عربستان، این نوکر روسیاه امریکا در منطقه هشدار هست، این موشک میان برد ما. اگر تو ذهنتون این هست که امریکا شیرتون کنه، بخوای یه غلطی کنید، جز مکه و مدینه که حرم امن الهی و پیامبر اکرم مسون و محفوظه، بخواد عربستان دست از پا خطا کند، ریاض و همه مناطق عربستان هدف قرار خواهد گرفت و این توان را ما داریم. این عملیات ساده ای نبود. اونجا که جای انتقام است، ان الله عزیز ذو انتقام. اینها رسالت های ما در برابر دین هست. خداوند ما را موفق به انجام وظیفمون در قبال دین بفرماید.